باشی، من دمه دارم. بیا بیا منتظرت. مامان رضا چی شده؟ من به خانوادم نگفتم هنوز مراسم به هم خورده. بابا رو بازداشت کردن مسعود. ما هم دیر سند جور کردیم. امشب میمونه بازداشت کن. واسه چی؟ چه میدونم، در مورد یه نماینده مطلب رفت. یعنی الان به جرم مطبوعاتی بازداشتن؟ نه دیگه، از یه راه دیگه وارد شدن. یه اتهامی همینجوری زدن بهش که بتونن بازداشتش کنن. من الان به خانوادم چی بگم؟ محمد رضا مادرم، به مادرم چی بگم؟ تو میدونی الان اگه من به اونا سلام. سلام. به هر حال متاسفم، امیدوارم زودتر حل شه. شرمنده شما خانوادتون شدیم. نه بابا، این چه حرفیه؟ به هر حال پیش اومده دیگه. چرا نمیفرمایین تو؟ حالا اول برم گل و شیرینی که سفارش دادم پس بدم بهشون، تن از زدن حالا وقت زیاده. حالا میخواییم به خانوادتون چی بگی؟ پیشی به هر حال درک میکنن دیگه، پیش آمده. خیلی خوب، ریحانه بریم تو بتونی بری زودتر اینا رو کنسل کنی. خیلی هم مسئولی میبینم. نگران نباش، انشالله حل میشه. یه حالی از این فراد بخشی من بگیرم. چه کار کردی باز؟ هیچی، عکساشو با این جاودی کنار این پورشه ها گذاشتم تو صفم. آقا جون تو آبروش نمارم ولش نمیکنم. چرا تعارفش نکردی بیاد تو؟ آخه دیگه رفت گل و شیرینی و اینا رو پس بده آقا جون. محمد رضا، یه جوری به مسعود نگاه نمی کردی؟ من؟ آره. چه جوری نگاه می کردم؟ نه، جوری نگاه نمی کردم. یه چیزی هست من ازش بیخبرم. ریحانه تو این موقعیت وقتی رو بردی؟ محمد رضا چی بهش گفتی؟ چی بهش میگفتم؟ گفتم بازداشتش کردن دیگه. فقط نتونستم میگم که با ایشون رفته توی ویلایی که صاحب ویلا ازشون شارکی شده. چرا اینجوری میگی محمد رضا؟ چه جوری گفتم؟ خیلی جوری داری میگی، انگار من داییو به زور برداشتم بردم اونجا. آقا جون مقصر پیدا نمیکنی؟ الکی چیزی رو گردن من ننداز. نه خیر، من میدونم که بابام سرش درد میکنه واسه همچین کارایی. خب ولی اینو تو هم میدونی آقا متین. دایی خودش میخواست بفهمه. برایش هم کل ماجرا مسخره تر از این حرف هاست. این آقایی که داری میگی صاحب اون ویلاس رفته شکایت کرده، نه آقا جان، اون نگهبان اونجا. بله میدونم، همه رو به نام نگهبانی کرده که دستش رو نشه. خب ولی مسئله این نیست، مسئله اینی که بابای من الان بازداشتگاهه و آبروی همه ما رفته به خاطر یه بله برونه. بله دیگه آقا جون، کلی تدارک دیده بودن، تازه دایی و عموشون هم دعوت بودن. محمد رضا میگم یعنی هیچ شاه دیگه ای نداره؟ بابا باید شب بازداشتگاه بخوابه؟ بله. بریم محمد رضا. کجا؟ بریم بازداشتگاه. بعد داروها رو برای بابات ببریم. امشب هم باید تو چشاش قطره بریزه. خیلی خوب، بده من داروهاشو میبرم. نه عزیز من، منم میخوام بیام باباتو ببینم. مامان الان وقت ملاقات نمیدن به کسی. حالا شاید دادن. مادر من. سلام بابا. سلام، کجایی پسر؟ یه کار کوچیک پیش اومد، دارم میام بابا. بیا دیگه شب شد، باید بریم کل و شیرینی هم بگیریم. اومدم. خداحافظ.
احبه، داماد، کجایی پس؟ طوری شده؟ با چی؟ با یه موتوری تصادف کردم، یه مقدار گیر افتادم، میخوام ببرمش بیمارستان، فکر کنم پاش شکسته. تو که همیشه با احتیاط میرونی، چطوری تصادف کردی؟ چی بگم دیگه، موتوری ها رو که میشناسید، یه دفعه از جلو آدم در میان سبز میشن، پیچید جلو، منم ندیدمش، تصادف کردی. ای بابا، حالا به خیلی گذاشته، خودتو ناراحت نکن، بهش بگو امشب مراسم داری، باید بری جایی، زنگ بزنی دوستی، آشنایی، کسی بیاد ببردش بیمارستان، مدارکم بذار دستش باشه، خیالش راحت باشه. بابا، بعید میدونم راضی بشه، بهش گفتم ولی قبول نکرد، میگه باید خودت بیای. بری بیمارستان معطل میشی مسعود، الان کجایی من بیام؟ بابا، الان اومدن شما چه فایده ای داره؟ جفتمون معطل میشیم. حالا برم اونجا، هم مدارکو پیشش میذارم، همین که بهش پول میدم، ببینم چی میشه دیگه. دیر میشه مسعود، خب بگو کجای من بیام، شاید تونستم راضیش کنم. بابا دیگه اومدن شما فایده ای نداره آخه، من خودم حلش میکنم، اینجوری وقتم از دست میدیم. حالا زنگ میزنم بهتون، بذارید برم بیمارستان ببینم چی میشه. آقا جون، میگم ریحانه ناراحت نشه، بفرم. ای وای ناراحتی چرا؟ کام مردم شیرین بشه بهتره یا بمونه تو خونه خراب شه؟ بفرمودا، بفرمودا. فاتحه یادتون. بفرمودا. بس چی هم از زنی میزنی؟ تو مگه قرار نبود اسمی از من نبری؟ بفرمودا. این چه عکسی از من گذاشتی رو پیجت؟ کدوم پیج؟ خودتو نزن به اون را، میدونم صفحه کلام مال توه. من منظورم تو نبودی، آدم کنار دستی تو میخواستم بزنم. اونو که کسی نمیشناسه، منم که الان 4000 تا کامنت واسم گذاشتن و فوش میدن، میگن چرا پورشه گرفتی و موندی تو بلژیک. حقت دیگه، هم پورشو گرفتی هم نارو زدی، اتفاقا بهتره اینجوری برات، میدونی درس اخلاقی میشه واسه که این پولا خوردن نداره. بعدش هم آقای بخشی قرار بوده با ارزی که گرفته کالای اساسی وارد کنه، نه اینکه پورش وارد کنه. پسر خوب، بخشی کیه؟ من پورش را از آقا اسماعیل گرفتم، اون به نامم زد. بخشی بهت گفته اینا رو به هم بگیره؟ بابا من اصلا اونو دیگه ندیدم. ببین مثل که تو جدی جدی یادت رفته من ازت عکس و فیلم دارم تو پارتی. آره به من دروغ نگو. جان تو راستشو میگم، من چی کار کنم که به ناممون بود و به اسمم کرد؟ حالا تو هی کشش بده، اینا هم که ساکت نمیشینن. باش بس بچرخن تا بچرخن. الان من با چی کار کنم؟ زنگ بزنم به مهمونا بگم برنامه به هم خورده؟ یه خود دست نگرد و پیداش بشه، شاید نظرش عوض شد. یعنی چی نظرش عوض شد؟ یه سری خودش زنگ زده کنسل کرده، الان دوباره زنگ بزنه بگه نه ما میخواییم بیایم، اینجوری که زشته. کنسل کردن مراسم کار اشتباهی بوده. خب آره، ولی اسمش روشه، تصادفه، اونا هم باید با این قضیه کنار میان. من به داداشت اینا زنگ بزنم تا راه نیفتادن. آقا جون، بابا جون که میان؟ شما غذاتو بخور، بابا جونم میان. علی رضاست. آخ امروز به منم زنگ زد جوابشو ندادم. خب جوابشو بدین. آخه فکر میکنه امشب مراسم تصویری گرفته هممونو ببینه. راست میگن، بهش بگی چاره چیه تو این موقعیت. آقا جون من دلم نمیاد بگم شهاب بازداشتگاهه، بچم راه دور قصه میخوره، ولش کنین جواب نمیدم. آقای کاظمیه. سلام آقای کاظمی، شبتون بخیر باشه، قربان شما. بابا نیستن، یه مشکلی براشون پیش اومده بود، رفته بودن. بله خواهش میکنم. بله مامان هستن، یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. سلام آقای کاظمی.
احوال شما؟ بله بله آقا مسعود بهتون گفتن؟ بی احتیاطی کرده دیگه، بهتره بگم بدشانسی آورده. نه نه هنوز نیومده خونه. بله قسمت بوده دیگه، به هر حال وظیفه خودم دونستم تماس بگیرم به خاطر کنسل شدن مراسم امشب عذرخواهی بکنم. انشالله به زودی در خدمتون خواهیم بود. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. شما به آقای عطم خیلی سلام برسونیم. خدا نگهدار. آقا مسعود موضوع رو به خانوادش نگفته، نمیدونم چه داستانی سرهم کرده. من که اصلا روم نمیشه بهش زنگ بزنم. تو بهش زنگم بزنی با تو رو درواسی داره بهت نمیگه که. من خودم باید بهش زنگ بزنم. الو سلام مسعود، چطوری؟ خوبی؟ چه خبره؟ قربان تو. ببین آره ببین یه سوال ازت دارم. سلام. سلام. موتوریه چطوره؟ حالش بهتره؟ آره خوبه. ماشین که چراغش داغون شد، اونم پاش شکست. بس خدا رو شکر به خیر گذشت. وقت که داشتیم چرا بله برونو به هم زدی؟ مادر من با این وضعیت رفتیم بیمارستان، پاشو گچ بگیر، پدر مادرش اومدن. دو ساعت اونجا داداشش داشت دریبری میگفت بهم. حق داشتن پسرم. حواست کجا بود؟ خستم. شام نداریم، باید سفارش بدم. چی گفتی؟ من به خودش همه چی گفتم، ولی اون به خانوادهش یه چیز دیگه گفته. گفته زده به یه موتوری. قضیه بله برون هم خودش انداخته. چرا دروغ گفته؟ نمیخواسته بگه شما بازداشتگاه بودی. خیلی خب، من با پدرش حرف بزنم. با ریحانه هم صحبت کن بابا، خیلی ناراحت. نامردا طوری شکایت کردن که من درست شب تعطیل بیافتم بازداشتگاه. اگه قاضی هم به نفع اونا رأی بده میخوای چیکار کنی بابا؟ این بند خدا سند گذاشته براتون. اونا میخوان زهر چشم بگیره، من کوتاه میکنم. شما یه همچی کاری میکنی؟ بهم میاد همچی کاری. وقتی همه این سند رو به نام اون یاروه، شما چجوری میخوای ثابت کنی اینا برای فرهاد بخشی؟ به هر حال طرف باید ثابت کنه که این ماشینا رو با پول خودش وارد کرده. اون بند خدایی که من دیدم همچی پولی رو از کجا آورده؟ حتی اگه ثابت بشه اینا مال فرهاد بخشیه، الان اتهام شما ورود غیر قانونی به ملک شخصیه. بود خبر رو دیدی؟ فرهاد بخشی برش داده به جاویدی. بله خوندم.
براده بخشی هم کلن منکر شده. جالبه یه یارو میگه من ماشینو دادم به جاویدی، ماشین مال منه. به نظر تو به قیافش میخوریم یه همچون کاری بکنه؟ این روز همه چی به همه کس میاد. احتمالاً برای آقای عطم خیلی بد بشه، چون پایه یه نماینده مجلس وسطه. فرهاد بخشی هم بروبیایی داره واسه خودش. دو سه روز گذشته چندین بار زنگ زدم به آقای عطم، گوشیشو جواب نمیده. شب بله برون هم پسرش میگفت که کاری براش پیش اومده نیستش. به هر حال سردبیر یه سایته، سر شلوغه. یعنی اینقدر سر شلوغه که چندین بار من زنگ بزنم جواب نده. چی بگم والا؟ بریم؟ میریم. از موتوریه چه خبر؟ اونم خوبه. با هم تلفنی حرف زدیم. ما امروز با شکوهی قرار داریم. قرارداد توسعه گلخونه‌های گوجه رو باید ببندیم. دیر میشه. وقت داریم تا شکوهی بیاد دفتر. بریم یه سری به این موتوریه بزنیم. کارگر بیچاره شایدم زن و بچه داشته باشه، چیزی بخواد. پا شکسته، از نون خوردن افتاده دیگه. من راضیش کردم، بهش پول دادم. بعد من آدرسی ندارم ازش. خب زنگ بزن بیمارستان بپرس. الان این چه کاریه بابا؟ اون که رضایت داده رفته دیگه، ما چرا باید پیگیرشیم؟ من به تو فرصت دادم تا حقیقت رو بگی، ولی متاسفانه نگفتی. تو که اهل دروغ گفتن نبودی پسر. چه دروغی گفتم؟ صاحب اسمی ویلا و ماشینا از آقای عطم شکایت کرده. چرا فکر کردی ما نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده؟ این همه دروغ و داستان بافتی که ما نفهمیم آقای عطم بازداشت شده؟ خبرش پخش نشده، ولی بالاخره من چند تا آشنا و دوست دارم که بهم بگن چه خبره. نباید دروغ میگفتی، بالاخره که میفهمیدیم. شما بله، ولی مامان که مثل شما پیگیر نمیشه. شما اگه بهش چیزی نگید اونم نمیفهمه. اومدیم و فهمید، رفتیم خونهشون و یه هویی صحبتش شد. چی؟ خب من باشون صحبت میکنم، راجبه این موضوع حرفی نزنن. مامان بفهمه داستان میشه. البته این قابل احترامه که تو میخوای آبروی پدر خانم آینده تو حفظ کنی، ولی باید به من راستشو میگفتی. شاید میتونستم کاری بکنم. خودم هم دیر فهمیدم دیگه، کار از کار گذشته بود. اونا هم ظاهرا وثیقه رو دیر بردن، نتونستن کاری بکنن. حالا ازشون خبر داری؟ حالا محمد رضا پیام داد، ظاهرا سند گذاشتن آزاد شده. سر تو بالا بگیر. بیا. مینو اینکه بیا. بس درد نکنم. بهتری؟ خوبه. خیانه ببینم از مسعود خبر داری؟ نه. آه.
به محمد رضا چیزی نگفته؟ چی بگه خب؟ خودت چی؟ من چی؟ یعنی نمیخوای چیزی بهش بگی؟ نمیفهمم وقتی بله برون داریم اصلا برای چی رفتین دفتر؟ ریحان جان فرقی نمی کرد اگر اونجا نمیمدن دنبالم میمدن دم خونه خب اینطوری که بدتر بود مگه آدرس خونه رو بلد بودن؟ به هر حال یا این طرف یا اون طرف این مسئله پیش میومد آره ولی بله برون به هم نمیخورد مسعود کلی به خانوادش دروغ گفته خب نباید دروغ میگفته چاره دیگه ای هم داشت آره خب راستشو میگفت مگه میشه چرا نمیشه به هر حال اون خانواده باید شرایط منو بفهمن مگر اینکه مسعود به دلایلی که خودش میدونه دروغ گفته باشه و الا لازم نبود این کارو بکنه با بعدم با هم حرف میزنیم بله احسان فرد هستم شما شماره من از کجا گیر آوردین زنگ زدم بگم وقتی شنیدم به خاطر شکایت مالک ویلا افتادیم بازداشتگاه خیلی ناراحت شدم صاحب اون ویلا خیلی از دستتون عصبانی بود بخشی هم ندرست قادرش کنه که شکایت نکنه ناکیدن دیگه صاحب اون ویلا نامزد دختر شماست بی خود پای اون بیچاره رو وسط نکشین شما که هنوز حرف خودتون رو میزنی مگه سند اون ویلا رو ندیدی؟ دیدم چرا دیدم اما خیلی چیزای دیگر هم دیدم تو این دادگاه ها الان پر از این مفسدایی که به حال تمام مال اموالشون رو به نام خاله و عمه و همسرشون کردن تهمت نیست سند دارم سندتون همون چند تا عکسیه که بخشی رو کنار اون فوتبالیست نشون میده نخه سندم ماشینیه که زیر پاشه این آقای بخشی دو دهنه مغازه کوچیک تو شهرستان داشته اما از وقتی که شما نماینده شدین شرکت زده میلیاردر شد آقا نزنین این حرفا رو نزنین آقای عطم من میخوام به شما کمک کنم اگه میخواین این ماجرا تموم بشه تو سایتتون برین که اشتباه کردیم اون وقت شاید بشه صاحب ویلا رو راضی کرد که رضایت بده آقا اگر من میخواستم از یه بازداشت بترسم و جا بزنم خیلی وقت پیش باید این حرفه خبرنگاری رو میبوسیدم و میذاشتم کنار میدونین که بخشی هم میتونه به اتهام نشر عکاسی به دادگاه رسانه شکایت کنه ازتون شما هم تو دادگاه رسانه کم محکوم نشدین یه وقت ممنوع کارتون میکنن من این چیزا زیاد دیدم آقای احسانی فر این سوء استفاده از موقعیت و گرفتن ارز دولتی وارد کردن پرشه و پس ندادن وامای کلون هم همینطور مثل این که مرغ شما یه پا داره اشکالی نداره من به خاطر سابقه ای که دارین از بخشی خواستم خبر بازداشت شما رو پخش نکنه اما به نظرم باید این اتفاق بیفته شاید شما سر عقل بیاد لطف کنید هر کاری که میتونید بکنید بده چی شده؟ هیچی باید برم خیلی کار دارم تو که تازه اومدی میدونم ولی کار دارم این ماجره ها تمامی نداره به اندازه تیم مالدیو گل خوردی بس دی دکتر جو شما فکر واسه کمرت بکن همون حبیب که رو صندلی با من مسابقه ندیم بابا من رو صندلی نشسته گل بارونت کردم اخ حبیب وای با حالی که سر پا باشم و کمرم هم درد نکنه درست میگم عباس آره من هرچی گل میزنم اینی تو پای خودت چی شد هیچی نشد
فقط تنفس بین دو نیمه را اعلام می‌دارم. بریدی آقا، بریدی. یه چای بخور. بیا، مهمون خودم. آخه. آقا خسته نباشید. شما خسته نباشید. برو خسته نباشید. آقا امروز شما چرا اینقدر ساکتی؟ حق داره آقا، حق داره. آدم سابقه داری طوریه. یه گوشه میشینه به کاراش فکر میکنه، به سابقهش، به کارهای بدی که کرده. بابا مگه چیکار کرده طفل معصوم؟ فقط تخریب اموال خصوصی. بله. شما نمیخوای آروم بگیری؟ بابا زندگی خودتو بکن، ما هر کاری از اون برمیومد واسه این مملکت کردیم. بس دیگه، نصف عمرمون رفت. مصطفی، خدا وکیلی خبر داشتی؟ برای من چیزی میدونستم. پس چرا هیچ کاری براش نکردی؟ ما رو ببین، دلمون خوش، رفیقمون تو دادستانیه. اولا وقتی من فهمیدم دیگه دیر شده بود. دوما که اگه میخواستم هم نمیتونستم کاری بکنم. برای اینکه قرار بازداشت براش داده شده. شد ما یه روز اینجا جمع بشین از این حرفا نباشه؟ آخه اینجا حرف نزنیم، با کجا حرف بزنیم؟ این بنده خدا تا میگه ها یا نه، یا دادگاه رسانن، یا کلانتری محل، یا تو بازداشت کنیم. نشد که دوری بشه. حالا اومدیم ما یه چایی بخوریم. اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. آقای دکتر، بیاید بریم گلباران رو ادامه بدیم. بفرمایید. منم دامه. شهاب، به سایت از من درگیره؟ مهم نیست، من راضی نبودم بیاد پیشی تو. من واقعا کاری از اصلا بر نمیمن. مصطفی، این فرهاد بخشی تو قوه پرونده داره؟ احسانی فرد که میدونم یه داستانایی داره، مثل اینکه به اعتبار نامش هم نمیخوان رأی بدن. چیزی هست من که چیزی نیومده. اگرم چیزی باشه به دادگاهی تو ربطی نداره. تو شاکی خصوصی داری. اول برای رضایت اون رو شاهد کنی. حالا من از فکرش ببینم. برایش به این بازی کنی. نه حسدرش ندارم. تو برو بازی تو. بچه آمده خیریه. خونه یوندی دیگه. آخه نخواستم تو خونه این حال منو ببینم. البته من همه جوره پاش فایستدم، اما زور داره به این جور من برم بازداشتگاه. بله برون ریحانه به هم خورد، همه ناراحتن، حقم دارم. چرا؟ برام گفت. الان باید ببینیم این آقا اسماعیل کیه، باید سابقه شو در بیاریم ببینیم قبلا کی بوده، الان کی هست، چرا بخشی همه مال و اموالش رو به نام ایشون کرده. علی جان، من فقط امیدوارم. سلام علیکم. سلام علیکم. علی جان، من بعداً با شما صحبت میکنم. خوب این شما حق نگهدار. بفرمایید بالا، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید، در خدمت هستم. ببخشید آقا. خواهش میکنم، بفرمایید، بفرمایید. چه عجب یاد ما کردین آقای کاظمی. خواهش میکنم. آقای ادهم، من میدونم چه اتفاقی افتاده. بله برون رو میگم. خدا رو شکر، بالاخره مسعود بهتون گفت. مسعود نگو. نمیخواست ما بفهمیم. فکر میکرد نظر من و مادرش عوض میشه و بله برون به هم میخوره. خب الان که فهمیدیم نظرتون عوض شده؟ نه، این حساسیت و نگرانی مسعود بیمورد بود. آقای عطم، من این مطالب شما رو پیگیری میکنم آقا. بعضی مواقع خیلی بد میزنید. من فقط حقیقت رو میگم. منطقه خوب اونام ساکت نمیشینم. میخوان خبرش رو رسانه ای کنم. اینو پدرزن آقایندهش بهم گفت. کی؟ اسامی فرد، نماینده مجلسه. نمیشناسم، ولی جالب نیست این خبر پخش بشه، چون شما به چه خیلی خوبی دارین.
راست میگن شغل خبرنگاری مادام العمره؟ یه طورایی مثل خلبانیه، یه مدت خلبانی، سنت که میره بالا میشه استاد پرواز. ولی استادای پرواز دیگه استرس ندارن خلاف کار شما. درسته. به نظر من هر کاری یه حد و اندازه ای داره، آدم باید به فکر خودش و خانوادش هم باشه، به خصوص یکی مثل من و شما که بچه هاشون دارن ازدواج میکنن. اگر منظورتون بازنشستگیه، مزاج من خیلی سازگار نیست. خب مثل همون خلبان ها عمل کنی، دانشگاه تدریس کنین، کلاس، بالاخره جوون هم کار لازم دارن، اینطوری استرس شما هم کمتر میشه. والا شما رو نمیدونم، اما من هنوز پیر نشدم. مشکل ما آدم ها اینه که نمیدونیم کی باید دست بکشیم. بالاخره من برای این حرف و خدمت نرسیدم، اومدم بگم مسئله ای که پیش اومده نظر ما مهم نیست، شما هر تاریخی رو اعلام بکنین ما خدمت میرسیم. خدمت از ماست. من فکر کنم که چهارشنبه خوبه، عید مذهبی شگون داره. بسیار عالی، من به خانومم بگم بهتون اطلاع میدی. بله. سلام آقای ادهم، من باید شما رو ببینم. شما؟ من همون خانمی هم که تو کردان به اون کمک کردیم. بله بله، بفرمایید. باید حضوری ببینم اتون. خانم من قبلنم خدمت شما عرض کردم، تشریف بیارین دفتر. شما چرا نمیخواییم بیاین دفتر؟ میترسین کسی ببینه تتون؟ امکانش هست همین امشب ببینم اتون؟ الان؟ بله خواهش میکنم. خانم من خیلی خستم، امروزم به اندازه کافی درد سر داشتم. خیلی وقتتونو نمیگیرم، خواهش میکنم. باشه باشه، آدرس سایتو که بلدی؟ بله بله، از تو سایتتون برداشتم. تشریف متین کجایی؟ خونم دایی چطور؟ خودتو برسوندم دفتر. چرا طوری شده؟ نه چشامی کم ناراحته، نمیتونم رانندگی کنم. خب باش میاریم ماشین خودم بیاریم. نه نمیخواد ماشین تو بیاری، ماشین من اینجا هست. ببین تو خونه کسی نفهمه که، اون موقع دیگه ولم نمی کنم. باش چه خوربان، زودتر بیا. آقای ادهم سلام. سلام، بفرمایید. ممنون. بفرمایید. گفتن این حرفا واسه من اصلا راحت نیست، ممکنه واسه هم گرون تموم بشه. اینو تو قبلا اینطوری حرف نمیزدی. آخه قبلا تو بازداشت نشده بودی. شما با این ازدواج مخالفید، مشکل دارید، منم اینو میدونم. بله برونو فراموش کن. سهام خریدن 4 تا 5 هزار تومن، الان میفروشن 12 هزار تومن. خودش چی نداره؟ هیچ. موضوع اینه که پدر این خانم افتاده زندان، مجرمه. راستش خودم هم نمیدونم چرا این تصمیم رو گرفتم.
این پروژه طلاست. انگار طلا خریدیم. چقدر